ها تو نمیخواد بری بو میده بسته 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 میکنم بیافتم دنبال سمیرا به من میاد این کارا رضوان استراحت مطلق هشتمین فیلم بلند عبدالرضا کاهانی در مقام کارگردان است که آن را پس از فیلم های آدم، آنجا، بیست، هیچ، اسب حیوان نجیبیست، بی خود و بی جهت و فیلم فرانسوی وقت داریم حالا جلوی دوربین برده است. آخه اصلا قسط و اینا سخته منم که نمیتونم. استراحت مطلق مانند دیگر کارهای کاهانی برشی از شخصیت‌های جامعه امروز و نقد برخی روابط اجتماعی است که این بار با تکاپوی یک زن شهرستانی برای امرار معاش در پایتخت و اتفاقاتی که برایش رقم می‌خورد شکل می‌گیرد. من که نمی‌تونم خرجمو در نیارم زندگی نکنم که با آقا زور نیارم. رفته یه جایی یه غری داده، یه غری کرده، یکی خوشش اومده یه پولی داده. ترانه علی دوستی، بابک حمیدیان، رضا عطاران، مجید صالحی، فریده فرامرزی و امیر شهاب رضویان بازیگران اصلی این فیلم هستند. امروز زده شیشه رو شکسته، فردا سرت رو میشکنه، خاک تو سرت کنم با اون قیافت بدبخت. استراحت مطلق که اواخر اردیبهشت ماه سال قبل جلوی دوربین رفته بود، ابتدا قرار بود که پیش از آغاز جشنواره روی پرده برود. این اتفاق نیفتاد و در ادامه فیلم در لیست نهایی آثار بخش مسابقه سینمای ایران 33 جشنواره فجر قرار نگرفت. این فیلم در نهایت با قرار گرفتن در لیست فیلم‌های اکران نوروزی از هفته آخر اسفند ماه در گروه سینمای قدس و سینماهای شهرستان‌ها اکران شده است. آقای بهزاد دوران و آقای محمد تقی فهیم به تحلیل و ارزیابی فیلم استراحت مطلق می‌پردازن. سلام آقای دوران، شب شما بخیر. آقای فهیم سلام، شب شما بخیر. سلام علیکم، می‌خواید داشته باشید و نقد و تحلیل رو آغاز کنید. خواهش می‌کنم. من خدمت شما و همکارانتون و تماشاچیان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که این بحث و گفتگو نتیجه بخش باشه. متشکر آقای فهیم. شما بهتر هستین آقای فهیم؟ بهبودی حاصل شده؟ بله الحمدلله. خب، با تشکر از شما، همکارانتون، به هر حال دوستان و هنرمندانی که محبت داشتن، بنده هم سلام عرض میکنم. انشالله که سال خوبی داشته باشین شما و خصوصا مردم کشورمون، سال با برکت و توفیق آمیزی پیش روی همه باشه. خب آخرین اثر آقای کاهانی رو دیدین شما آقای فهیم. آغازگر باشید دیگه، نظرتون در مورد استراحت مطلق بفرمایید که آقای دورانم نظرشون رو مطرح کنم، ببینم مقدمتاً چه نظریه دوستان دارن و وارد بحث و گفتگو بشید. بله چشم. من پیش از این به هر حال خوشنودم که اینجا با آقای دوران هستیم به عنوان یک جامعه شناس، مدرس دانشگاه و جامعه شناس، البته سینمایی هم هستن آقای دوران، و این همچنان که با ورود خود رشته جامعه شناسی به دانشگاه یک تحولی در عرصه نظریه پردازی جهان ایجاد شد. امیدواریم حضور جامعه شناسا در عرصه نقد هم بتونه حداقل یک کمکی به تغییر و تحول و قنا بخشیدن به حوزه نقد بشن. خب اما استراحت مطلق آقای کاهانی، ببینید اول این رو بگم که مطابق آن چیزی که هست، هیچ وقت خوبی به تنهایی کفایت نمیکنه. یعنی یک تیم خوب و یک فرد خوب به صرف این که در یک حوزه و یک در عرصه حضور داره کافی نیست برای اینکه یک خروجی خوبی رو داشته باشه. همچنان که یک مدیر خوب به تنهایی کافی نیست، حتما نیازمند تخصص و تعهد هم هست. به نظرم به هر حال پشت استراحت مطلق یک تیم خوب، بچهای خوبی هستن، آدمای خوب. به هر حال یک کسی مثل بابک حمیدیان، مثل رضا عطاران، مثل خود کاهانی، به هر حال بچهای خوبی هن و بچهایی هن که دوست دارن کاری بکنن با زبان سینما در حوزه اندیشه تأثیری بگذارن. اما اون چیزی که به نظر من میاد تا سینما نشود، تا
تا این اندیشه، این تفکر، این به هر حال باورهایی که حالا کاری ندارم چقدر من میپذیرم یا نه، تبدیل به سینما نشن، به نظر من میاد که همچنان ناکام میمونن. و در کشوری مثل ایران با این انبوه جمعیت تماشاگران بالقوه و به شکل گسترده، ما شاهد همچنان سینمایی خواهیم بود که مثل بقیه آثار آقای کاهانی نهایتاً یک تعداد معدود یا معدود آدم‌ها تماشاگرانی رو به صرف اینکه یک سری هیجاناتی پشت فیلم هست، یک سری گفتمان‌هایی که در حوزه در واقع بیشتر شبه روشنفکری یا حتی روشنفکری می‌گنجه، اینا نهایتاً از فیلم استقبال می‌کنن. استراحت مطلق، این در واقع در کارنامه پرفراز و فرود آقای کاهانی بخش فرازش رو تشکیل میده از منظر من، هم از نگاه سینمایی بر این باورم، یعنی معتقدم که فیلم در نیومده، یعنی به قول معروف دارای یک ساختار و فرم مناسب سینما نیست و بیشتر یک فیلم محتوایی هست. برای همین دوست دارم ما هم بیشتر بحث محتوایی اگر پیش اومد بکنیم، چون من استراحت مطلق رو فیلم مطلق محتوا میبینم، اساسا دارای یک فرم، یعنی دارای یک ساختار سینمایی منسجم و در واقع متأثر از تجربه های سینمایی گذشته نیست، یا کلاسیکش یا در واقع منظورتون فرود دیگه، فراز فرود گفتم، فراز گفتم، بله ببخشید، در فراز و فرود کارنامه آقای کاهانی بخش فرودش رو تشکیل میده، یعنی به دنبال یکی دو اثر قابل تحمل و قابل تأمل آقای کاهانی، استراحت مطلق واقعا نه تحمل داره و نه تأمل داره از منظر من. حالا میخواید به آقای دورانم وارد بحث بشم؟ همین نکته رو فقط بگم نهایتا خلاصه کنم تو یه جمله، که اصلا هم نمیخوام کلمه از عنوان ابزورد برای فیلماش استفاده بکنم، بیشتر همون به عنوان یک هیچ استفاده میکنم، فیلمایی که به هیچ بیشتر شبیهن و تا اینکه بخوایم بگیم ابزورد، پوچ و هیچ، و اصلا نمیشود گفت ابزورد. خب آقای دوران شما بفرمایید. عرضم به حضورتون که همکارمون جناب آقای فهیم به درستی اشاره کردن، خیلی سخته که یک اثر رو کاملا کسی باش موافق باشه یا کاملا مخالف، همیشه از زوایایی با یه اثر ما موافقیم یا از زوایایی بهش نقد داریم. طبیعتاً به شخصه من آقای کاهانی رو میپسندم، نوع نگاهش رو، و دوست دارم سینمایی که ایشون در واقع داره، به ویژه حالا از زاویه حرفه‌ای خودم به عنوان یک جامعه شناس، فکر میکنم نگاه خیلی تیزبینانه و انتقادی خیلی برا و جدی داره در مسائل اجتماعی پیرامون خودش، که واقعا این جای تحسین داره تو کاراش. من هم موافقم فراز و فرود تو کارهای ایشون زیاد هست، از قضا این کار به نسبت حداقل کار قبلیشون که به نظرم بی خود و بی جهت یه کار شاید سرآمد تو کارهای ایشون باشه، از حیث حالا اون زاویه خاصی که ایشون توی اجرا ایده هاش داره بتونیم اون رو اگر تصور کنیم، این کار خب آشکارا شاید چند قدم به حساب به عقب باشه، ولی با این حال این به معنای این نیست که ما بگیم این کار به حساب موضوعی نداره. بله، در واقع میدونین به ویژه حالا آقای فهیم اشاره کردن، همواره این بحث حاشیه ها داغ و تازه و اینها بوده، یعنی منحصر به جناب کاهانی هم نیست. خیلی از دوستان، از همکاران تو حوزه های مختلف حتی از حاشیه استفاده کردن، یا حالا آگاهانه یا ناخودآگاه. اما این که حالا این اثر به ویژه، حالا الان موضوع صحبت ما استراحت مطلق هست، به زبان خودمونی بگیم نون حاشیهش رو میخوره، من فکر نمیکنم اینطوری باشه. یه بخش شاید بگیم، حالا برای اینکه بحث شروع بشه، اشاره هم کردن که محتوایی، من فکر میکنم که واقعا یه نقطه قوت این کار جسارتش در فاشگویی و فاشنمایی آسیب‌های اجتماعی جامعه‌ایه که ما توش زندگی میکنیم، و ایشون اون
نقاط ضعف رو، نقاط کاستی رو زیر ذره بین گذاشته و بی‌پروا جلوی چشم تماشاگر گذاشته. شاید من فکر می‌کنم این فاکتور هست که مخاطب رو جلب یا جذب این سینما می‌کنه. واقعا این رو هم می‌دونین یک جور، حالا آقای فهیم اشاره کردن به این که حالا روشن فکری یا هر چی. ببینید اگر ما یک روشن فکری با این عده و عده رو داشته باشیم که بتونن یه همچین فروشی ایجاد بکنن، یه همچین تأثیری رو توی بازار و گیشه بذارن، خب خیلی وضع ما فرق می‌کرد. واقعیتش اینه که سهم روشن فکری توی این داستان به نظرم اونقدرها نیست. به عبارت دیگه اون چیزی که باز میخوام این تأکید بکنم، اون چیزی که تماشاچی رو جلب و جذب این کار میکنه و کارهای از این دست، یک جور به تماشا نشستن زندگی خودش بر روی پرده است، آن گونه ای که خودش میشناسه و زندگی کرده بدون هیچ حک و اصلاحی. حالا راجع به این میتونیم باز و زاویه خوبی وارد شدن آقای فهیم، شما میتونید پاسخ داشته باشید. بله، از همینجا شروع میکنیم. یکی بحث فاش گفتنه، یکی بحث این که تماشاگر زندگی خودش رو به تماشا مینشینه. این دو مسئله من فکر میکنم بیشتر شاید بشه ما همین از این دریچه ورود کنیم برای رسیدن به این محتوایی که دستمایه نویسندگان فیلم و آقای کاهانی در اجرا قرار گرفته. من به نظرم میاد آقای دوران، اگر ما چه در فاشگوییمون چه در به تماشا نشستن زندگی، یعنی اجرای یک نمایش برای این که در مخاطبین به تماشایون بنشینن، اگر از منظر جامعه شناسی هم به این ورود بکنیم، اگر مطابق یا متأثر و در خدمت جامعه خودش به شکلی در واقع، نه و بحث هم تأمین پذیری هم نیست، به شکلی این که حداقل رعایت جوانب انصاف شده باشه، اون وقت ما میتونیم در واقع یک فیلم رو افشاگرانه ببینیم. ببین وقتی که ما میایم در واقع گزینشی برخورد میکنیم در این که بتونیم یک مجموعه محتوایی رو تدارک ببینیم، حالا چه موضعش، چه موضوعش، چه در واقع محتواش، مجموعه رو تدارک ببینیم برای مخاطب تبدیل به اثر هنری بکنیم، وقتی که گزینشی برخورد میکنیم در واقع ما خیلی صادقانه با مردممون روبرو نشدیم. میخوام اینجوری بگم، ما در این فیلم الان در واقع یک خانمی داریم، یک که در واقع در ورودش به زندگی چند نفر آدم، حالا هم شوهر قبلی خودش که حالا طلاق گرفته، هم دو تا کانون در واقع جداگانه داخل جامعه، ما با فیلمساز روبرو هستیم که مجموعه در واقع نمایندگانی از طیف‌های مختلف اجتماعی رو گرد آورده که اینا اساساً اون چیزی نیست که همه زندگی جامعه ماست. درست؟ نه اینکه ما چنین آدمایی نداریم، واقعیت یه بحثه، حقیقت بحث دیگری است. در رویکرد جامعه شناختی فیلم ما در عین اینکه به واقعیت‌ها توجه داریم، به آمار توجه داریم، یعنی باید از منظر آماری هم ورود کنیم برای رسیدن، اما بحث حقیقت همیشه یک امریه که اصلا نفی نمیشه در همین بحثی که جناب عالی. بنابراین در فیلم ما با مجموعه‌ای روبرو هستیم، نمایندگانی که متاسفانه نمیتوان این رو رویکردی ملی دانست، نه رویکردی طرفداران از طبقه در واقع استثمار شده جامعه، و نمیتوانیم حتی فیلمی ببینیم که دارد نماینده گروه‌هایی رو معرفی میکنه که اینها تولید کنندن به عبارتی. یعنی مجموعاً فیلمساز نمایندگانی از پاندول‌های جامعه رو گرد آورده و حتی در بخش نمایش سرمایه‌داری کشور هم حتی جنبه ملی اون رو در نظر نگرفته، یعنی سرمایه‌دار فیلم مسترافروشه در واقع، یعنی شغل شر. بعد تولید کننده کشور ما که مثلا بخش ضعیف جامعه است، در واقع کمپوست تولید میکنن، کرم تولید میکنن به عبارتی. بعد دیگری، اون آدم دیگری که توی فیلم هست، یعنی رضا عطاران، این در واقع بازی پاندول جامعه است که داره نصاب ماهواره است و داره از راه‌های در واقع غیر تولیدی و
اینجوری امراراش مجموع آدمهای جمع شدن به عنوان نمایندگان طیفهای مختلف این جامعه که هیچ کدوم ریشه واقعی در این جامعه ندارن، یعنی اساسا ما نمیتونیم هیچ کدومشون نمایندگان طیفهای واقعی مردم سرزمین خودمون به حساب بیاریم، در اینی که من معتقدم چنین آدمهایی هستن، اصلا نمیگم نیستن، اما آیا ما به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک اهل رسانه از منظر جامعه شناختی حق این رو داریم که چنین گزینشی بکنیم و این کار رو بکنیم و این رو در واقع بیاریم تبدیل به یک اثری بکنیم که حالا قرار هست که معرف جامعه خودمون باشه، تماشاگر زندگی خودشونن ایشون میفهمن نه گزینش شده است، یعنی عمد انتخاب شد. بله شما بفرمایید، فکر کنم جمله‌شو تمومتون که ببینید دو مفهوم رو جناب فهیم اشاره کردن، گزینش و حالا اون مفهوم ضمنی اغراق. ببینید شما اگر یک مستند هم بخواین بسازین، مستند ناچار از گزینشین. نه ما اینجا با رئالیسمی روبروی ماهای دوران، یعنی فیلم دایی این رو داره که واقع گرایان است، خب در اینی که میخواد نمایش هم بده، خب ما در هر دو اینا الان من شک دارم، یعنی در رئالیسمش میگم گزینشی کار کردن، خب نمیگم که هنرمند حق نداره، میتونه برای دل خودش هر کاری بکند، ولی من چون فکر میکنم ببخشید ورود کردم بر از منظر جامعه شناسی که حالا من میخوام اینو شما بیشتر چون دوست دارم جامعه شناختی بین قضیه، ما اینجا رسانه رو تماشاگر میبینیم، فیلمساز میبینیم و محتوا میبینیم، یعنی سه عصر رو میبینیم دیگه، برای این استفاده و کاربردی کردن این سه عصر نمیشود گزینشی کار کرد، ولی آدم میتونه برای دل خودش یه تابلو بکشه از یه مثلا میگیم فرض کنید حتی لنگ فروش کنار خیابون. بفرمایید بعد آقای دوران بفرم. عرضم به حضورتون که ببینید باز برگردم به حالا به ابتدای عرایزم، گزینش اصلا ماهیت هر گونه دست بردن در واقعیته، حالا صرف نظر از اینه که هدف و یا منظور این گزینش چی باشه، چه مخالف باشیم چه موافق. دقیقاً یعنی شما یه دوربین ترافیک هم اگر برین اون چیزی که ضبط کرده رکورد کرده رو بردارین ببینین، خواه ناخواه یک برداشت گزینشی از اون واقعی که اونجا اتفاق افتاده رو در میبینین که یه دوربین ترافیکه، در نتیجه این اصلا چیز بدی نیست، اصلا اصطلاحاً میگن شرطش نیست، شطرشه، جزء وجودیشه، جوهرشه، برای همین این رو ما نمیتونیم خورده بگیریم به کسی که حالا اون هم در مقام هنرمند و کسی که صاحب فکر ایده‌ای داره، موضعی داره نسبت به اون واقعه و واقعیت و میخواد اون رو روایت کنه، حالا اینجا در حوزه هنرهای نمایشی اجرای نمایشی بکنه در قالب اثر سینمایی. در نتیجه گزینشگری حق مسلمشه بدون تردید، یک یعنی چاره‌ای هم نداره، دومندش حقش هم هست. اما اینکه حالا آیا همه واقعیت هست، طبیعتاً گزینش ماهیتش همونجوری که از کلمه برمیاد بخشی از واقعیت، یعنی اصلا شما براتون امکان پذیر نیست همه واقعیت رو بخواید نمایش بدین. همه واقعیت یعنی چی؟ همه واقعیت از منظر من یک چیزه، از منظر شما به تعداد آدم‌ها این همه واقعیت فرق می‌کنه. حقیقت چی؟ بس واقعیت که با اختلافی نداریم، فیلم میتونه بسیار واقع‌گرایانه است، یعنی ما چنین آدم‌هایی داریم. بله بحث ما بر سر کشف حقیقت یا خروجی این از این واقعیت رسیدن به حقیقت هست. حالا بحث درباره حقیقت و واقعیت یه بحث درازدامنی هست. فرمایید که ما یه گزارش مردمی داریم، نظر مردم در مورد این فیلم گرفتیم، اون رو ببینیم و بعد دوباره بحث رو ادامه بدیم. فیلم چطور بود؟ والا فیلم خوبی بود، ولی از آقای کاهانی بیشتر از نه انتظار می‌رفت. یکم تش خوب تمام نشد. فیلمش قشنگ بود، واقعیت‌های جامعه بود، ولی می‌شد یه ذره اون فوشایی که مثلا توش بود گفته نشه، چون بالاخره مخاطب یه جوری شاید خوشش نیاد. جالب بود موضوعش، خوشم اومد. کاملا عین فیلم‌های قبلی آقای کاهانی، علاقه خاص به پایان باز. یکم تمش تلخ بود، منتها آخرش هم خب یکم
پایان باز داشت. ای کاش آخر فیلمم یه جوری میشد که آدم متوجه منظور فیلم میشد. درسته اصالت مطلقه مرده یا واقعا زنده، ولی آخرش اگه خود طولانی ترش میگن خیلی بهتر بود. مثل بقیه فیلم های کاهانی خیلی قوی بود، مشکلات اجتماعی رو نشون میداد، مخصوصا در مورد زنا. تا آخر مثلا بیننده رو جذب میکردم، خسته نمیشد از داستان. فیلم خوبی بود، من واقعا لذت بردم از فیلم. راضی از سینما اومدم بیرون. بازی ها رو چطور دیدین؟ بازی ها رو عطاران که خوب بازی کرد، خیلی هم دوستش دارم. آقای عطاران ازم با شما خانم علی دوستی واقعا چهرهای خوبی هستن. بازی ها خیلی خوب بود، تقریبا طبیعی بودن. بازی آقای عطاران، بازی آقای حمیدیان، بازی آقای صالحی به نظر من خوب بود. آقای مجید صالحی فوق‌العاده بود. آقای حمیدیان خیلی نقششون رو خوب بازی کردن. آقای عطاران خیلی بازیشون خوب بود، قشنگ بود، من خیلی دوست دارم بازیاشون. آدم خودشو جزی از اون صحنه میدید، توی به خصوص دعوایی که میگن، مشاجرهایی که میکردن. از آقای صالحی عالی بازی گرفته بود. فیلمنامه کارگردانی کار چطور بود؟ فیلمنامه که خوب بود، چون میگم همون واقعیت جامعه بود، چیز قشنگی در اومده بود. فیلمنامه اجتماعی بود، حالت واقع‌گرایی نبود، قشنگ آدم باش ارتباط برقرار میکرد، خودش مثلا میذاشت جای کاراکترها. فیلمنامه به نظرم جای کار داشت، فیلمنامه احساس کنم یه نقصایی داشت، کامل نبود. کدوم سکانس بیشتر در خاطرتون مون که بخواین تعریف کنیم واسه مخاطب؟ سکانسی که آقای حمیدیان با آقای صالحی کنن دعواشون شد و درگیری کردن، به نظر من سکانس خوبی بود. اونجا که فوتبال بازی میکردن تو حیات، اون بیشتر مون برام. سکانس درگیری جدی مجید صالحی با آقای حمیدیان به نظر من یه سکانس خیلی جای دست دادن داشت. قسمتی که رضا عطاران با تو منزل سر میز که موقعی که ترشی میخواست عصبانی میشه، اونجایی که بود میزد یه دونه با چوب زد ماشینو، شیشه ماشینو خورد کرد، اون قسمتی که داشتن فوتبال بازی میکردن خیلی قسمت قشنگی بود. صحنه آخر فیلم که خانم علی دوستی تصادف میکنه و بقیه دارن به کار خودشون میرسن. اگه قرار باشد نمره بدین به فیلم از 20؟ 17. 18 بهشون میده. 20. 17. 17. 18. 15. 16 میدم. فکر کنم 20 نمره خوبی باشه، چون من خیلی خوشم اومد از فیلمشون. 18 میدم. 19. 17 رو میدم. 18 میدم. خب نظرات مردم رو دیدیم. آقای دوران نوبت شما بود. عرضم بوده. بله عرض میکردم. ببینید طبیعتا من راجع به گزینش عرض کردم، حالا شما فرمودین گزینش. خب گزینش چاره ای ازش نیست و حق کارگردان هستش، اما وجه دیگه‌اش که حالا شما اشاره کردین، حالا این حقیقت یا هر چی اسمش رو بخوایم بذاریم، ببینید این هم یه واقعیتی هست در کنار اون واقعیت گزینشگری، که هر فردی علل خصوص حالا کسی که یک کار خلاقه میکنه، هنرمند، موضعی داشته باشه نسبت به اون واقعیتی که میخواد گزارش کنه یا روایت بکنه، اون موضع به علاوه اون گزینشگری موجب میشه که اثر از بعضی زوایا به اون واقعیت بپردازه که ممکنه از نظر شما خلاف آمد باشه یا خلاف واقع باشه یا ناپسند باشه. بله. این طبیعیه. میدونی چرا این گزینش؟ من خودم اینو ببین، من یه مثال برای شما بزنم. ما الان چند تا رسانه فارسی زبان اون ور آب داریم، اینا بخشای خبری دارن. خب بخشای خبریشون وقتی که اخبارشون میگن، همه اخبارشون مال رسانه های داخل ما هن. یعنی اصلا خودشون نه خبرنگار دارن نه خبر تولیدی دارن، خبرهای همه رسانه های ما رو فقط اون خبرهایشو جدا میکنن که باب میل خودشونه و از منظر خودشون قرار از کارکرد سیاسی برای اونا پیدا کنه. بنابراین یک مجموعه خبری منتشر میکنن که همش منفی، پوچ، توهی و غیر واقعی، و از این منظر میگم غیر واقعی به این دلیل که همه اونا فقط اون کارکرد مخصوص رو داره. همون خبرها در رسانه‌های داخل ما منتشر شدن، اما در مجموعه رسانه ما اینا منتشر شدن که در کنار اون خبرهای منفی که مثلا دو تا کشته شدن، یکی دستگیر شد، یکی زندانی شد، همه اینا، چهار تا خبر دیگه ما داریم که
یه جای آباد شد، یه توسعه ایجاد شد، دو تا اتوبان زده شد و به همین. خب ببینید همه اون خبرها اینجا منتشر میشن. حالا وقتی من... میره تو اون رسانه جمع میشن همه میشه منفی، بنابراین مبدل میشه در واقع به یک تهاجم فردی و متأثر یک زیر عقده‌های شخصی که قرار است با یک اهداف دیگر. اینجا من فکر می‌کنم بجز هدف سینمایی اهداف دیگری بوده که همین، یعنی فیلمی ساخته شده. من در... حرفتون رو قطع کنم. آره نداره بگیم. عرضم به حضورتون، ببینید چند تا چیز الان اینجا داره با هم دیگه خلط میشه. یکی اینی که شما به رسانه‌های بیگانه یا نه، خب میخوام بگم که نه، این اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی ببینید وقتی بحث رسانه میشه پروپاگاندا میاد وسط، به خصوص توی روابط بین کشورها طبیعتاً دیپلماسی رسانه‌ای یه چیز یه واقعیتیه. یعنی دولت‌ها از رسانه‌ها برای پیشبرد اهدافشون استفاده می‌کنن، کسی در این شکی نداره. اینی که بیان بعضی نقاط ضعف رو بولد بکنن هم جزئی از این داستانه. اما اینی که ما بیایم اثر هنری رو و کار هنرمند رو بیایم قیاس با رسانه ها بکنیم، اصلا به نظرم قیاس معالفاره. ببینید این یک، این یک، اینو فقط حالا بچه دومش رو بگم. بچه دومش رو بگم، بچه دومش هم اینه که شما میفرمایین چه میدونم این پل میسازن، سد میسازن، اینو بگیم. خب ما همه کار خبر کردیم آگه اولو، خبر کجا شکل میگیری؟ یعنی وقتی میگیم المان‌های خبر چیه؟ خب وقتی یه چیزی ساخته میشه خب باید ساخته بشه، این اصلا ارزش خبری نداره. بله. درسته که ما توی خبرنگاری توسعه‌ای همواره یه بخشی رو باز میکنیم برای خبرهایی که بله. حاوی خبرهای بله. از جنس توسعه باشه، اما واقعیت رو اگه نگاه بکنی این خبرها خبرهای خیلی به حساب داغ نیست. کسی اما چرا اگه همون پل خراب بشه خیلی خبر داغیه. بله. میدونین در نتیجه این هم یه بچه داستانه. بله. یعنی اینی که چرا این وجوه میاد توی خبر و توی رسانه بولد میشه مطرح میشه، برای اینکه ارزش خبری داره. بله ببینید من این هم از این در چه پس ببینید پس ببینید بحث خبر و رسانه رو باید بذاریم کنار. نه من فقط به عنوان یک مستاق آوردم که بگم این همچون کار کردی. نه میخوام این رو بگم، ببینید اینقدر ما بولد کردن لومپنیزم جامعه، پاندولای جامعه و اینا رو جعل کردن، تبدیل کردن به نیروی مولد جامعه در یک فیلم ارائه کردن، کجا در واقع از منظر شما به عنوان جامعه شناس این پسندیده است؟ آیا لایه‌های تولید کننده جامعه ما بابک حمیدیانه یا مثلا رضا عطارانه یا سرمایه‌دار مثلا کشور ما این سرمایه داره؟ یعنی همه این آدما اگر یک زنی به حریم اینو راه پیدا کنه همه با چشم بد به این زن نگاه میکنن. یعنی ما تو این جامعه همه مردمامون، چه سرمایه دارمون، چه کارگرمون، چه تولید کنندمون، همه دارای چنین اخلاقی ان. ببینید وقتی که ما اینا همه رو میاریم در واقع تبدیل به نمایندگانی از طیفای میکنیم که اینقدر هر زن پلشتن دنی ان. میدونید این جامعه این نیست، این جامعه شما هم تو شیوهای من فکر کنم الان همینجا همین یه پاسخ رو فرمایید. یعنی من فکر کنم همینجا بازی من میخوام بگم تو این جامعه آقای دوران هم هست. اجازه بفرمایید آقای دوران من همین رو پاسخ بفرمایید. باز اینجا به نظرم یک تعمیم نابجا و ناروایی در صورت میگیره. یعنی جناب فهیم فیلم رو آوردن تبدیل کردن به اینکه هر کدوم از این کاراکترها نماینده یک طبقه ای هستن. البته این حق منتقده که بیاد یه همچین تعمیمی هم بگیره اما و همچین برداشتی بکنه. اما اصلا هنر اینه، ما داریم لزوم ما لایه‌ها آقای دوران ما داریم لایه‌های از هنر رو بررسی می‌کنیم که عمیق‌ترن، به سطحش که کاری نداریم. قصه قضیه این یک دختری از شهرستان اومده، نهایتاً مطابق تمام فیلم فارسی‌های تاریخ سینما ایران دوباره قرار برگرده به روستاش. که ایشو میفرمان هنرمند نمادین کار میکنه که نه لزوما همیشه. ببین ما کی حق داریم درباره نماد صحبت کنیم؟ خب این نیازمنده اینه که شما کلیدهای اون نماد رو اینجا فاش کنید. همون کسی که کرم رو مثلا میفروشه. دقیقاً. ببینید من اشارم اینه که این ارزش نمادین به این معنا نداره که اون سرمایه‌دار نماد اینجا وقتی میگیم به معنای نماینده یک طبقه یا یک صنف، نماد اون صنف یا اون طبقه هست. نه به نظر من این نیست. یعنی اما از یه زاویه دیگه باید به این قضیه نگاه کرد. اگر این نباشه که اصلا فیلم دیگه چیزی نداره. همه حرف فیلم تو این شما زاویه دیگه من میخوام بله زاویه که من بهش نگاه میکنم توی این فیلم به خصوص این هست که اینجا کارگردان اومده نگاه خودش رو به طبقه سرمایه‌دار و سرمایه‌داری
ترک کرده. اینجا این نگاهی که این داره نگاه انتقادیه. ببینید مثل اینکه درباره اعتیاد صحبت میکنه، درباره همونجوری که شما اشاره کردین بیپناهی یا فضای ناامن واسه یک زن تنها اشاره میکنه. خب آیا همه زنها چنین وضعیتی دارن؟ طبیعتاً نه. میخوام بگم ببینید دو سطح از نماد پردازی است. یه سطحش اینه که آیا اون کاراکتر نماینده یک طبقه است؟ من میگم در این سطح نیست، اصلا همچی ادعایی نداره. اما اینه که نماینده نگاه انتقادی کارگردان هست. به نظر من اصلا یه فیلم اجتماعی انتقادی کارکردش همینه. الان من یه سوال میکنم، چرا چنین فیلمای از ما وقتی میره مثلا در اروپا نمایش داده میشه، حالا یا آلمان یا فرانسه، جامعه شناسان اونجا میگن جامعه ایران همین است، چرا این برداشت رو میکنن؟ من واقعا حالا در این قسمت تردید دارم که حالا الان میگم بهتون یک چیز در واقع کوهنوردی مدتی قبل همین اخیرا اومده بود، رفته بود قله دماوند با این تک چرخه همیشون اومده بود، با یه چرخه اومده بود صعود کرده بود قله دماوند، برگشت بود با آلمان، رسانه‌ها رفتن با این گفتگو کردن. اون آدم بسیار از ما ایرانی‌ها تعریف می‌کرد از مزایای مختلف ایران و میگفت متأسفانه تا به حال فیلم‌ها رسانه‌های ایران بد جوری ایرانو به ما معرفی کرده بودن. اون دو تک چرخ سواری که اومده قله دماوند، همین چند روز پیش خبرش رو رسانه‌های دنیا مصاحبه اینو، اون از کجا این برداشتو کرده بود که در جامعه ایران پلشتن همه به هم نگاه سو دارن همه؟ مثلا اون به شرطی که این فیلم در اون سوی مرز مشابه اینا رفتن نمایش داده بشه، فرض کنید. من فکر می‌کنم ایشون ببینید اصلا ایشون همون برگردیم به همون قسمت عقب، ما فرض می‌کنیم بحث رسانه رو اصلا ایشون دارن باز دوباره وارد می‌کنن. ببینید اینی که تصویری از ایران توی اون جوامع به حساب شکل بگیره یا در واقع تصویری ارائه بشه که منفیه، یه نوع ایران هراسی ایجاد بشه، خب این سرلوحه یا سرتیتر برنامه‌های یا ایجندای رسانه‌های اونها بوده سال‌هاست که هست، در این که شکی نیست. اما اینی که ما به این واسطه یا به این بهانه جله هنرمندو بگیریم که آقا تو فیلم نساز، نه یا تو هنرمند منتقد هستی انتقاد نکن، یا نه ایشون تفسیرشو از فیلم داره. من همین میگم، میخوام بگم اون تفسیر نادرستیه، چون اینجا حوزه هنره، اینجا سینماست، این سینماگر هم یه هنرمند منتقد اجتماعیه و داره به درستی کارش انجام میده. اصلا به نظرم یکی از وجوه اهمیت آقای کاهانی و امثال ایشون که نگاه اجتماعی انتقادی دارن همین وجه انتقادیشه که اونو ارزشمند میکنه، و الا تبدیل میشد به یه سینماگر متوسط بدنه‌ای که اصلا ارزش بحث نداشت. یعنی شما برای چی الان اینجا بحث میکنین راجبش؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک اثری که ارزش زدن. شما الان از چه طریقی بیشتر جامعه آمریکا رو شناختی؟ مایی که اهل فیلمیم، شما که اهل فیلمین، آیا بیشتر از طریق فیلم‌ها آمریکا رو، فرانسه رو، پاریس رو؟ اونقدر که من پاریس رو از طریق فیلم‌ها شناختم، از هیچ طریق، حتی از طریق مطبوعات نشناختم، خب از طریق خبرگزاری نه. چه تصویری فرانسه رو برای ما پاریس رو کرده؟ پاریس دلچسب، دلنشین، شب‌های پاریس. بله، ولی ببینید شما دو نکته در نظر بگیرید. آقای دوران هارلم رو ما چرا بد محله محله چینیای آمریکا رو شما چه جوری شناختید؟ من میگم ببینید دو نکته رو شما در نظر بگیرید. یکی اینی که اون تصویری که ما از یه جایی، یه مکانی، یه اجتماعی میگیریم از خلال رسانه‌ها با اون چیزی که اونجا ممکنه خودمون بریم تجربه بکنیم دو چیزه. این که اصلا بدیهیه، یعنی شما چه میدونم حتی تصویر یک فیلم و یک سینما، خب نه، خب ببینید آیا یک فیلم و یک سینما اینو گذاشته؟ شما میگین آمریکا مجموعه است، آیا اون مجموعه رو یه دولت اومده کنترل کرده؟ نه چنین آثاری من دارم به شما میگم، توی آمریکا نکنید مثلا فیلم های آمریکایی رو میبینید توش پلیس نمیدونم فاسد هست، قاضی فاسد هست، رئیس جمهور فاسد هست، همه این چیزها و سیستم هستن فاسد و معیوب هست، ولی ما نمیگیم که خب اون سیستم معیوبه، میگیم خب این موضوع روزه سینما هست. چرا نمیگیم؟ چون همیشه در واقع اونا منهدم میشن توسط یک آدمی که نه لزومن، یعنی سینمای مستقل پس بس سر استثناء نیست، سر قاعده است. قاعده بر اینه که در اینی که مفاسد و مفسدین هستن، ولی دستی بالاتر است که نهایتا اونا رو منهدم میکنه. ما اتفاقا اینجور فیلم ها میخواییم، یعنی آدم مثل من دنبال اینم که سینماگران ما به سمت این برن که حتی رئیس جمهور رو نقد کنن.
اما اینکه جامعهشون رو بیان یک جامعه پلشتی که بسیار دنیان آدماش همه میخوان نگاه این نتیجه گیری از فیلم رو فکر میکنم آقای فهیم. آره دیگه من نتیجه خب من بحث سر جامعه من اصلا بحثم ببینید. اینه که این تعمیمی که شما میدین تعمیم نادرستی. من دارم میگم چه در اینی که ببینید هنرمند اومده نقد کرده وضعیت جامعهشو و این آسیب‌های اجتماعی که تو جامعهش دیده اینها رو بولد کرده برجسته کرده و جلوی چشم گذاشته در این شکی نیست. اما اینی که تعمیم بدیم بگیم خب از نظر کاهانی و بنا به این فیلم پس کل جامعه ما همینه به نظر من درست نیست. حالا از این زاویه بگذاریم چون بحثی آره. که نه بحث محتوای فیلم کردیم. همینه از زاویه دیگری من بنظرم پیشنهاد می‌کنم محتوای فیلم پیام فیلم نهایتا همینه. این رو متاسفانه حالا ما از این زاویه هم بخوایم وارد کنیم در یک در واقع ساختار خوبم ارائه نشده. خب بنابراین پس میشه همش پیام، یعنی ما وقتی ما هنری بالاتر از بجز بازی، من همینجا بگم وسطش پرانتز که بازی های به ویژه رضا عطاران دوباره یکی از بازی های خوبش رو تو این فیلم در واقع که آدم دوست داره دلنشین عاشقش بابک حمیدیان طبق معمول خوبه بله اینا این. اما واقعا ببینید مجید سالی من به یاد بکنم ذهنی گراس آقای دوران فیلم ببینید در این اینکه میاد لایه‌های پاندول جامعه رو به ما معرفی میکنه خب قراره به اصطلاح آسیب شناسی کنه نقد کنه اما ببینید سیگاری کشیدن حالا مواد مخدر مال اون طبقات اجتماعی مال اون لایه‌های اجتماعی نیست. ممکنه بین اونام کسی سیگاری بکشه ولی اونا مواد دیگری استفاده میکنن. خب بنابراین از اینجا فیلم ذهنی میشه، فیلم اساساً با حقیقتی که قرار ما نقد اجتماعی بکنیم و خروجیش منتهی به این بشه که در واقع متعالی بشه مخاطب فیلم، یعنی اگه هنر این کارو نکنه مخاطب خودشو به یک درجه ای از تعالی نرسونه دیگه کاری نکرده، قرار هنر همین کار رو بکنه. بنابراین فیلم اینجا هاست که دوچاره آخر مخاطب وقتی میاد بیرون همون طرف دارای آکانی همه میگن چی ببینید نهایت پایانش میشه این، یعنی در بخش فرمیکش و ساختار اثر ما اینجاست که میگم که ببینید من اینجا ببینید باز اینجا من یه نکته ای رو باید بگم اون بحث باز ذهنی رو آقای فهیم اشاره کردن. شما تمام تلاش دارید میکنید ذهن آقای فهیم رو اصلاح کنید تا جوری فیلم خیلی مهم باشه. حالا راجع به فیلم هم عرض میکنم بحث اینه که مثلا میفهمم ذهنی من میگم ما چاره ای نداریم، یعنی باز دوباره اینجا وقتی میگیم که یک هنرمند واقع گرا هست و سعی داره موضع خودشو نسبت به واقعیت بیاد، طبیعتا بیانیه هنرمنده دیگه، امضای هنرمند زیرشه. خب ببینید واقعیت که به طور عینی تجلی پیدا نمیکنه، عینیت همواره میاد از فیلتر ذهنیت اون خالق اثر تبدیل به یک ابژه میشه که میشه حالا یه شیئی که ما میتونیم بهش نگاه کنیم، یه مجسمه میشه، یک تابلو میشه، بعد اینجا یک اثر سینمایی میشه. پس خواه ناخواه ذهنیت این هنرمند اینجا مطرحه و ما اصلا بحثی که میکنیم واقعیت به علاوه ذهنیت این هنرمنده، این یک. اما اینه که حالا ساختار چه ایرادی داره، من اینجا اصلا یه کامنت خیلی مهمی دارم، یه نکته‌ای دارم. ببینید کارای کاهانی از قضا روال کلاسیک داستانگویی رو نداره که ما چه می‌دونم یه مقدمه داشته باشیم، فراز و فرود و این شکلی داشته باشیم. نه، کاهانی توی کارهایی که داشته به طور معمول برشی از زندگی اجتماعی حالا اون آدم‌های خودش رو به نمایش گذاشته. برای همین شما به نظرم درست نیست که از زاویه داستانگویی یا روایت کلاسیک بهش نگاه کنیم. در نتیجه اثر سینمایی. خب ببینید اکت نمایشی تو این هست. یعنی من میخوام بگم ببینید توی این کار، توی کار آقای کاهانی، حالا میگم این کار استراحت مطلق یه خورده حالا به نظرم این چفت و بست های شاید فیلمنامه‌اش به قوت کار قبلیش از قضا، حالا من به خصوص با بی خود و بی جهت مقایسه میکنم، ولی حالا درباره همین بله. میتونم بگم ببینید مجموعه ای از، یعنی برشی که میگیم، مجموعه ای از فضاهای بسیار قوی رو ایشون تولید کرده و اینها رو کنار هم گذاشته که در کل میتونه یک فضای خیلی عالی رو به مخاطبش منتقل کنه. در این هیچ تردیدی به نظرم هیچ کس نداره. یعنی ببین چی میشه که مخاطب از فیلم میاد بیرون، از سالن میاد بیرون و بعد از تماشای فیلم احساس رضایت میکنه و خب توی این به حساب گزارشی که شما داشتین راجع به نظرخواهی هم تقریبا همه همینو میگفتن. این به نظرم موفقیت کارگردانه. خب از قضا مخاطب اونجا سوال هم داره، آقا خب آخرش چی شد؟ خب این رو
به جای خود میتونیم راجبش بحث بکنیم، اما در اینی که درگیر کرده، در اینی که مخاطب رو برده که همزاد پنداری بکنه با آدم‌ها در تک تک اون موقعیت‌های نمایشی که میذاره، حالا اشاره کردن اونجایی که اینا سیگاری میکشن یا چیز میکنن، خب ببینید اون فضا رو به نظرم خیلی قشنگ تصویر شخصیت کرده. شخصیت برده. شخصیت یکیشه، دومنش فضاست. ببینید فضا وقتی میگیم اصلا نداریم، ببینید فضا وقتی میگیم به مجموعه شخصیت هست، مکان هست که طراحی صحنه اینجا کمک میکنه و زمان بندی و نورپردازی که همه اینا دست به دست هم میده، این فضا یعنی حس و حال به مخاطبش از منظر سینما که من بیشتر حاضرم بشینم صحبت بکنیم که اصلا شخصیت که فیلم نداره، یعنی اصلا واقعا کدومی که از اینا شخصیتن، کدوم شما به درستی میشناسی؟ آیا شخصیت ترانه علی دوستی رو اصلا شما به درستی میشناسی که این آدم چی است؟ اصلا ارتباطش با بقیه چیه؟ قراره چه ارتباطی در واقع به وجود بیاد؟ مناسباتشون با هم به درستی چیه؟ ببینید اینا اصلا هیچ کدوم شخصیت نشدن، یعنی تیپن، واقعا یه چند تا تیپ مشخصی که در سینمای ایران به بارها اینا وجود داشتن، حالا در موقعیت‌های دیگری نمایشی شدن و در لوکیشن‌های دیگری با مثلا مشاغل حاشیه دیگری، ولی اساسا دارای ویژگی‌های انسانی متفاوتی نیستن. یعنی من میخوام بگم هستن به ویژه. حالا دورا شما بفرمایید چون وقتمون کمه. من فقط در این حد خیلی خلاصه بگم. بله ببینید ایشون اشاره میکنن به شخصیت، من میخوام بگم از قضا شخصیت‌ها شکل گرفتن، حالا میگم باز به قدرت و قوت کارهای دیگه آقای کاهانی نیست، اینجا یه مقداری من به ایشون حق میدم که کار به هر حال یه مقدار افول کرده کار آقای کاهانی نسبت به گذشته خودش، اما اینجا شاید بار شخصیت و بازی‌ها داره به دوش میکشه و رنگی که بازیگر اینجا به نقش خودش زده، یعنی شما نگاه میکنید میبینید آقای صالحی از قضا به عنوان یک بازیگری که ما به شکل تیپ شناختیم توی نقشای فیکس شده بود، اینجا میبینیم یه کاراکتری رو واقعا میسازه که اصلا از انتظار نداریم. در نتیجه برید اینجا این فضا به واسطه همین شخصیت های گوشت و پوست و استخوندار خیلی جوندار نه شخصیت رو با ظاهر و گریم و نوع حضور نه نه نه, نه, نه من فقط شخصیت در اون یه چیز دیگری است که شما میگید منم قبول دارم. نه نه شخصیت دارا یک ما سیمساز آدمی رو پرداخت میکنه، اصلا اتفاقا شخصیت اصلا ببینید شخصیت اینه که آدمی است با ابعاد مختلف دارای ویژگی های مختلف خاکستری از قضا روحیات متنوع. از قضا ببخشید من میخوام خدافظی کنم چون لحظات پایانی برنامه است. سپاسگزارم آقای دوران، بحث های خوب بود، شرمنده که وقت کم بود نتونستیم مفصل تر بحث بکنیم، انشالله در هفته های بعد برای فیلم های بعد. آقای فهیم سپاسگزار، نظراتون رو مطرح کردین، امیدوارم مرتوجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. لحظات خوبی رو با شما بودیم، هفته آینده دوباره در خدمتتون خواهیم بود با برنامه هفت. سپاسگزار از مهمانان که دعوت ما رو میپذیرن و در میزگردها و گفتگوها شرکت میکنن. شب بخیر، خدا نگهدار.